به یک سفر برویم. سفری 32 ساعته همراه با رئیس جمهور. در قواعد تشریفات دیپلماتیک کشورها با هم تفاهم می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که در چه قالبی به کشور یکدیگر سفر کنند. این بار سفر به روسیه است و نوع سفر کاری است. روس‌ها در سفرهای کاری معاون وزیر را به فرودگاه می‌فرستند برای استقبال. اما در این سفر وزیر انرژی روسیه به پای پلکان هواپیما آمده. اینجا یک چیز دیگر هم کم سابقه است. در سفرهای کاری یگان تشریفات ارتش به فرودگاه نمی آید. اما به نظر می رسد برای رئیس جمهور ایران شالود شکنی شده. وقتی هم که رئیس جمهور روسیه در دولت قبل دو بار به ایران سفر کاری داشته، در این سفرها وزیر ارتباطات و وزیر نیرو به استقبالش رفتند و خبری از یگان تشریفات ارتش در فرودگاه نبوده. اولین برنامه سفر دیدار دو رئیس جمهور است. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمون برای دیدار و مذاکره با ولادیمیر پوتین لحظاتی پیش وارد کاخ کرملین شد. جایی نیامده که ولادیمیر پوتین فارسی بلد است، اما جواب سلام آقای رئیسی را با علیکم السلام می‌دهد. علیکم السلام. و گلایه رئیس جمهور روسیه از ویروس کرونا که شرایط ملاقات را متفاوت کرده. دست هم نمیشه داد به دلیل کووید. شرایط کرونایی در روسیه وخیم شده. در این روز آمار رسمی فوت شدگان کرونا حدود 700 نفر و آمار مبتلایان حدود 34,000 نفر است و به غیر از رئیس جمهور ایران همه کسانی که در این اتاق حضور دارند 14 روز در قرنطینه بودند. آقای رئیس جمهور، قبل از هر چیز می‌خواستم تشکر بکنم بابت اینکه فرصت پیدا شد در این شرایط سخت پاندمی توانستی تشریف بیاری. برای ملاقات محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده. پس از مراسم تحلیف جنابالی ما در تماس دائم هستیم با جنابالی. در هر صورت نه ویدیو کنفرانس نه صحبت‌های تلفنی نمیتونن جایگزین ملاقات‌های حضوری باشه. سند همکاری‌های راهبردی بین دو کشور میتونه چشمانداز آینده رو حداقل در 20 سال آینده روشن بکنه. ارتباط اقتصادی و تجاری بین دو کشور در وضعیت فعلی رضایت بخش نیست و حتما میتونه به چندین برابر وضعیت فعلی ارتقا پیدا کنه. دیدار بیش از 3 ساعت زمان میبرد. البته به غیر از آن 10 دقیقه که ملاقات برای انجام واجب شرعی متوقف میشود. سید ابراهیم رئیسی نماز مغرب و عشا را می‌خواند و ولادیمیر پوتین منتظر می‌ماند. ما از قبل گفته بودیم که به دلیل طولانی شدن مذاکرات هیئت ایرانی و شخص آقای رئیس جمهور در اذان مغرب بایستی نمازشون رو ادا بکنن. ساعت 5:12 دقیقه که اونجا اذان مغرب بود، آقای پوتین با آقای دکتر رئیسی اشاره می‌کنن من اطلاع دارم که وقت نماز شماست، منتظر شما می‌مانم. حدود 9 تا 10 دقیقه آقای پوتین در همون اتاق می نشینن، منتظر می مونن تا در اتاق مجاور آقای رئیسی نماز رو بخونن و برگردن بیان. در این ملاقات درباره موضوعاتی مثل آمریکا و همکاری های منطقه‌ای نگاه دو کشور خیلی نزدیک است. درباره روابط دو جانبه هم بحث سرعت گرفتن کریدور شمال جنوب، بحث انرژی، بحث افزایش صادرات و واردات، آن هم به صورت ریز و با جزئیات، و همچنین بحث پروژه های عمرانی مانند ساخت نیروگاه ها و راه آهن بین دو رئیس جمهور رد و بدل شده. در این دیدار که در جوی صمیمانه، جدی و کاملا کاربردی و عملگرایانه انجام شد، دو رئیس جمهور تقریبا یک بار همه موضوعات مناسبات دو جانبه رو در عرصه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علم و فناوری، تجارت بخش خصوصی و همه موضوعات مورد علاقه مرور کردند. در این بخش رؤسای جمهور وزرای خارجه رو مکلف کردند که نسبت به تهیه نقشه راه 20 ساله همکاری های بلند مدت دو کشور اقدام کنند. مقصد بعدی دیدار با ایرانیان مقیم روسیه است.
اساس آخرین اطلاعات سازمان آمار روسیه حدود 3600 نفر ایرانی در این کشور اقامت دارند که تعداد قابل توجه آنها در مسکو پایتخت این کشور زندگی می کنند. حتما این کشور ما در روسیه بازار خیلی خوبی هست. سفر در روزهای نزدیک به میلاد حضرت فاطمه زهرا و روز گرامی داشته مقام زن انجام می شود. دیدار با تعدادی از بانوان ایرانی مقیم روسیه از دیگر برنامه های آقای رئیسی در این سفر است. لبیک یا رئیسی، لبیک یا رئیسی، لبیک یا خامنه‌ای. ایرانی هم بلد نیست روسی بگه. خدا انشالله افشون کنی شما را، انشالله همیشه با خدا و با اسلام و با اهل بیت حتما حتما سلام شما. ایشون به من نمایندگی دادن با کسانی که ایشون سلام میرسونن من متقابلن سلام ایشون. در این سفر راویل عین‌الدین رئیس شورای مسلمانان روسیه به هتل محل اقامت رئیس جمهوری ایران میرود و پس از دیدار از آقای رئیسی دعوت میکند به مسجد جامع مسکو برود. امروز برای مسلمانان روسیه روز تاریخی برادر عزیز ما جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. در رسانه‌های خبری آمده که آقای راویل عین‌الدین در دیدارهایش با رئیس جمهوری ایران گفته ما می‌فهمیم ملاقات شما با رئیس جمهور روسیه چقدر مهم است و برای مسلمانان روسیه هم این دیدار بسیار با اهمیت است. نماز شما در کرملین بسیار نمادین و شاخص بود و از اروپا برای من نوشتند که برکت به داخل کرملین آمد. یکی از کارکردهای مهم مسجد آن است که انسان در مسجد خودسازی کنه، با ارتباط گرفتن با خدا خود رو ببیند، ضعف خود رو، کاستی خود رو، نیاز خود رو ببیند و خود رو بسازد. اسلام دومین دین بزرگ روسیه است و جمعیت مسلمانان آن حدود 15 تا 23 میلیون نفر تخمین زده می شود. یکی از اهداف اصلی سفر روسیه و یک بُعد مهم از روابط دو کشور موضوعات اقتصادی است. تجار و فعالان اقتصادی روس به دیدار رئیس جمهوری ایران آمدند. روسیه از قدرت‌های برتر اقتصادی در اروپا و جهان محسوب می شود. وزرای نفت و اقتصاد همراه رئیس جمهور هستند و از دستاوردهای سفر در حوزه اقتصادی میگویند. خب هم ما تحریم هستیم هم روسیه، هر دو پتانسیل خیلی خوبی داریم. هر دو ذخایر نفتی و گازی خیلی خوبی رو داریم. خیلی از شرکت‌های توانمند روسی در خصوص مشارکت در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی ما، بحث احداث پتروپالاشگاهی ها و همچنین انتقال تکنولوژی و تجهیزات فناورانه که بسیار امروز مورد نیاز این صنعت هست، توافقات خیلی خوبی شد، اسناد خیلی مهمی رو امضا کردیم و الحمدلله رب العالمین. خب من به جرأت میگم واقعا انشاءالله در بخش حوزه انرژی عنقریب اثراتش رو خواهید دید. در حاشیه این سفر چند سند همکاری و قرارداد دو جانبه هم امضا شد، از قراردادهایی در حوزه انرژی تا ایجاد خط اعتباری 5 میلیارد دلاری بین دو کشور. راهن این چبرون پیش از این بین ایران و روسیه تایید شده بود، مقدماتی هم آغاز شده بود، نیازمند سرعت بخشیدن بود که بالاخره بعد از گذشت چند سال به نتیجه برسه. در مورد تسریع اینها توافق خوبی با طرف روس انجام شد که در همین ماه‌های آینده گام‌های اولش در واقع و اون پرداختی‌های لازم صورت خواهد گرفت. سه پروژه نیروگاهی دیگه و یک پروژه در حوزه خط آهن رشت آستارا هم از طرف ایران پیشنهاد شده بود. البته ما مکاتباتش رو از قبل انجام داده بودیم، اون هم مورد تایید اولیه طرف روس قرار گرفت و همچنین در مورد خرید لوکوموتیو که راه آهن دو کشور در مورد اون با هم دیگه توافقاتش رو انجام داده بودند. ما نقش پارلمان ها برای توسعه روابط دو کشور را بسیار مهم می‌دانیم. آقای رئیسی به پارلمان روسیه معروف به دوما هم می‌رود. ما مصممیم روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری
علمی و فرهنگی و در همه زمینه‌ها بین ایران و روسیه توسعه پیدا کند. باید روابط دو کشور به گونه ای طراحی شود که ضمن تأمین منافع متقابل از مداخلات عناصر ثالث نیز مسون بماند. دوما 450 کرسی نمایندگی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا حضور آقای رئیسی در پارلمان روسیه را اتفاقی نادر برای یک رهبر میهمان توصیف می‌کند. این که رئیس در پارلمان روسیه سخنرانی میکند اتفاق مهمی است. اولین بار که یک رئیس جمهور خارجی در دوما سخنرانی کرد سال 2000 و در اوایل کار ولادیمیر پوتین بود که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در پارلمان روسیه سخنرانی کرد. دانشگاه مسکو و بزرگترین دانشگاه روسیه. این دانشگاه قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه روسیه است و در جمله دانشگاه‌های مشهور جهان قرار دارد. در آخرین رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها جایگاه 48 را دارد. ما اکنون در نقطه عطفی از تاریخ روابط دو کشور قرار داریم. از اساتید دانشگاه، اندیشمندان و مراکز مطالعاتی و پژوهشی دو کشور انتظار می‌دارند که نقش مهم و تاریخی خود را در این زمینه ایفا کنند تا ملت‌های همسایه ایران و روسیه با بیشترین تعامل و همکاری در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی در رفاه و عزت زندگی کنند. دانشنامه دکترای افتخاری اعطا می‌شود خدمت جناب آقای ابراهیم رئیسی از بابت سهم بسزای ایشان در تقویت همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه. سفر آقای رئیسی به روسیه سومین سفر خارجی رئیس جمهور در دولت 13 است که با گفتگوی تلویزیونی با شبکه راشا تودی به پایان رسید. ببینید ایران یک کشور قدرتمند و مستقل است. روسیه هم یک کشور قدرتمند و با نفوذ است. زمانی که دو کشور قدرتمند در کنار یکدیگر می‌نشینند و تمایل دارند بر سر همکاری با یکدیگر توافق کنند، این موضوع سبب ترس آنها می‌شود که قصد دارند استیلا داشته باشند. شاید همین ترسناک بودن همکاری‌های هرچه بیشتر ایران و روسیه برای برخی از کشورها باعث شد این سفر 32 ساعته رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو ویژه و کم سابقه زیر ذره‌بین رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های همسو با سیاست‌های آمریکا قرار بگیرد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.